شب اومدیم یکی از قدیمی ترین محله های تهران. اینجا قبلا پل گیشا بوده، خیلی دوستان اینجا رو میشناسن. البته الان دیگه پل رو از سال 98 تخریب کردن، تبدیل به زیرگذر کردن به خاطر بار ترافیکی که ایجاد کرده. حالا با من همراه باشید که میریم سمت محله گیشا. حالا میخواستم از همینجا شروع کردم. پل گیشا میدونی که سال فکر میکنم 53 به دستور شهردار اون وقت این پل فلزی رو یه شرکت بلژیکی زد و یه جوری میشه گفت محله گیشا رو از سال 1330 شکل گرفته بود. اینجا یه زمین خاکی بوده که بهش میگفتم پایین تپه که مال ارتش بوده، یعنی یه جوری زمین تیراندازی ارتش بوده و سال 1330 یه شرکت عمرانی به اسم، یعنی دو تا بقول خودم تاجر بودن که شرکت داشتن به اسم لوکی نژاد و شاپوریان. این دو تا عزیز با هم دیگه اینجا رو زمینا رو خریداری میکنن و شروع میکنن ساخت و ساز. که اولش اینجا اسمش کیشا بوده، بعدن به مرور زمان تغییر کرده به اسم گیشا. خلاصه قدمت اینجا پس برمیگرده سال 1330 و حالا ساخت و سازهایی که یواش یواش اینجا شکل گرفته. این اتوبانی که میبینید الان قفل شده اتوبان فرهزادیه، البته الان جلال آل احمده و این کوی نصری که نوشته همون خیابون گیشا است. البته خیلی الان همون به گیشا میشناسن، یعنی اینجوری نیستش که مثلا بیان بگن کوی نصر، ولی خب محله گیشا دیگه از اینجا شکل گرفته. اتوبان بالاش که اتوبان حکیمه، همون اتوبان داریوشه. سمت غربش هم شیخ فضلالله که اتوبان ترشته، در گذشته ترشت. امروز بیشتر سعی دارم با حال هوای الانش آشنا بشی، حالا یه تعداد میرسه میشیه بزن مناطق خیلی قدیمی خوبه و یه جوری میشه گفت شهرسازی توش از همون زمان رعایت شده. میدونید که خیابونای یعنی کوچه‌های دست راست همه زوجن و دست چپ فرده. از شاخص‌های به قول خودم میشه گفت خیلی مطرح همین برج میلاده که روبرومونه و بوستان گفتگوه، مدرسه نمی‌کنم کم‌شنوایان یا ناشنوایانه امروز اگه اشتباه نکنم اینجا قرار گرفته. محله خوبیه، یعنی که محله از نظر فرهنگی از نظر قدمت جز محله خیلی قدیمیه. حالا بریم اون سمتش و باز مغازه تعدادش کم میشه که سعی میکنم بریم سمت نور. الان هم که میرسه از 6:30 غروب روز دوشنبه است. یه جورایی میشه گفت ترافیک زیاده، پیک ترافیکیه. اینم خیابون گیشاست. حالا بریم ببینیم جنب و جوشش چی جوریه و حس و حالش چه خبره. بهتون گفتم اینجا رو یه شرکت عمرانی که زمانی که اینجا خریداری کرده شروع کرده ساخت و ساز که الان محله گیشا رو شکل داده. ممنونم از تمام دوستانی که توی این مدت همه جوره من رو حمایت میکنید با نظراتتون. یه چیز جالب که برام اتفاق افتاده بود، بعد دوستان اینقدر محبت دارن دوست دارن کمک های خاصی بکنن، همین که شما نظر میده، همین که تماشا میکنید یک دنیا ممنون. من با تمام مشغله کاری که خودم دارم سعی کردم براتون هر شب یه ویدیو تهیه کنم. یکم سخته اگه واقعا بعد موقع کیفیت میاد پایین، شما به بزرگی خودتون ببخشید. میبینید این یه تیکه که الان مغازه زیاده الان اون سمت، چون یه تعداد مغازه اصلا وجود نداره کمتر، به شلوغی خاص خودشو داره.
خیلی دوستان دوست داشتم این اتوبان‌های جدید رو بیشتر معرفی کنم که حالا اسمشون اکثرا تغییر کرده. من خودم به شخصه خیلی از این اسمای قدیمی رو نمیدونم، سرچ میکنم. اگه یه موقعی هم اشتباه گفتم دوستان به بزرگی خودشون ببخشن و دوست دارم اگه جایی هم یادم میره قلم میفته تو کامنت ها حتما بگن. یه شیب خیلی نسبتا تندی داره، نه خیلی زیاد ولی شیب داره، کاملا میتونید ببینید تو ویدیو. این طرف هم که پر از مغازه است و طبق معمول دست فروشایی که غروب میان کنار راستایی که حالا گذرش یه ذره شلوغ‌تر بساط میکنه. فکر میکنم واسه کسایی که خیلی سال ایران نبودن حالا مغازه ها و بیتینا همه چی تغییر کرده. یه چیز جالب این وجود این سبزی فروشی ها، یه سبزی پاک شده و بسته‌بندی کرده و دسته‌بندی شده، حالا هر محله فرق میکنه. مثلا من 2 تومن دیدم، 3 تومن دیدم، حتی 4 تومن هم دیدم هر بستر. مغازه خیلی شیکی داره، حالا اجناسی که توشه به نظر من کیفیت و کوالیتی خوبی برخورداره. اینجا پنجشنبه شبا خیلی شلوغ تره، یعنی یه جوری خب مردم بیشتر رفت آمد میکنن. الان تازه تایمیه که اکثرا از اداره برگشتن. تو مسیر برگشتم سمت مغازه‌ای که مونده رو حتما فیلمشو میگیرم براتون. ببینید یه جور آنتیک فروشیه، طلا و جواهر. الان که داریم روبه شمال خیابون گیشه حرکت میکنیم، میریم به سمت بزرگراه حکیم یا همون داریوش. بوی تخمه داغ میومد اصلا یه وضعی. من هم که تخمه خور حراسه تخمه بویده دیگه. خیابونا من اگر دوستان بعضی موقع به من میگن چرا شب فیلم میگیری، بعضی از این خیابونا واقعا تو شب قشنگه، یعنی تو روز چیزی برای عرضه نداره که من بهتون بگم زیبایی خاصی داره یا خیلی
فرق میکنه. اینجا یکی از پاساژهای قدیمیه پیشاست، حتما به صورت مجزا. حالا بریم داخلش. نه بریم داخلش ببینیم چه خبره. جای دو طبقه است، جزء پاساژهای خیلی قدیمی محسوب میشه. یک کوچولو میریم داخلش و ببینیم حسالش چطوره. ببینیم با این حال که وسط هفته است پر از ببینید، چون معماریش هم قدیمیه خیلی خطیه. یه بازار بزرگ گیشا یکی از پاساژ هاست. من تا امتدادش نمیرم ولی تا اونجایی که میشه میرم. شبیه اون بازارش سنتی ستارخانه، فیلمشو براتون گذاشتم، اونم همچین سبکی داره. به صورت پلکانی میره پایین. حالا فکر نمی کردم تو این تایم انقدر شلوغ باشه اینجا. حالا دیگه حساب کنید پنجشنبه جمعه چقدر میتونه شلوغ‌تر هم باشه. خب به نظرم برگردیم به همون خیابون خودمون بپردازیم. گفتم شاید برای دوستان جالب باشه، شاید خیلی ها اینجا اومده باشن، تغییراتی کرده باشه دیدشون. من خودم به شخصه اولین بارم بود وارد این پاساژ شدم و شکل شمایل قدیمشو نمیدونم چی شکلی بوده، ولی به نظرم ترتمیزه و خیلی هم شیکه. با این حال که خیلی قدیمیه، بکنم همون زمان خود این خیابونه گیشا تأسیس شده باشه. من از شما که باعث میشه من اسمای خیلی قدیمی رو یاد بگیرم، چون واقعا تو زمانی که نمیشه اطلاعی نداره بعد اسمام خیلی قشنگه. بریم بیرون. واقعا خیلی زیباست. نگاه کنید حالا دور از اون بوستان گفتگویی که هست، حتما فیلمش رو صورت مجزا میذاره. وقتی شما اینجا قدم میزنید خیلی زیبا برج میلاد رو میبینید و اون نورش هست. به نظرم هر چی به غروب نزدیک به شب نزدیکتر میشین شلوغ‌تر هم میشه. اینجا ببین حالا من رو
واقعا تصور این که مثلا این دو سال 1330 اسمش پایین تپه بوده، مرکز تیراندازی ارتش بوده و حالا یه شرکت این زمین ها رو میخره میسازه اسمش رو عوض میکنه و الان ما تو همچین خیابونه قدم میزنیم. خیلی جالبه، یعنی گذشته و تاریخ، حالا هر چقدر هم به گذشته تر میریم خب خیلی محله قدیمی تر هم هست. خیلی خوبه، من خودم کنار شما بعضی از تاریخ ها و بعضی از اتفاقایی که تو گذشته اتفاق افتاده رو واقعا خوبه که یاد میگیرم. یه جایی میشه که من ممنون از شما که باعث میشید با انگیزه ای که به من روز به روز میدید جای بیشتری ببینم و تو محله های خیلی خاصی که تا حالا قدم نزدم به اون صورت قدم بزنم و حتی تاریخش رو ببینم. ممنونم از تک تک شما عزیزان ده. پر از این مرکز خریدا سالا من کوچیکترم. اون دست خیابون به نظرم خیلی خلوت تره، یعنی این دست رو بیشتر احساس میکنم که شلوغ تره. یکم شیبش به نظرم تندتر شد، یعنی حتی مغازه ها پله میخورن تقریبا میشه گفت. خیلی تاریکه، وگرنه داخلشون میشدن، یعنی نور زیاد قوی داخل کوچه ها نیست. حتما برای دوستان از روز اینجا هم فیلم برمیدارم که اگه مایل باشن اونم تماشا کنن. شیفسته 40 تومن، آب هویج بستنی 40 تومن، واقعا روخ خیلی قشنگی داره نسبت به برج میلاد خیابون گیشا، آدم لذت میبره. تقریبا میشه که مغازه ها دیگه تموم شد، ما بریم مسیر برگشت رو برگردیم. این قسمت مسکونیشه، بابت معماریش هم باید بهتون بگم که خیابونایی که دست راستن یا زوجن بیشتر نوسازن، دست چپ یا توشون بیشتر میشه گفت خونه های ویلایی هنوز مونده ولی اونا هم نوسازن. خیابون رد شیم با هم، تقریبا هرچی که میمباراتر یه اختلاف ارتفاعی بین لاین شمال و جنوبی به وجود میاد، لاین جنوبی کم ارتفاع تره. همونطور که بهتون گفتم قسمت جنوبی یعنی پیاده روی جنوبی به سمت بزرگراه فرهزاد یا همون جلال آقامت یه جورایی خلوت تره. حالا بریم ببینیم حس و حالش چطوریه. یه تعداد کافه و اینجور چیزا هم داره توی این محل، شما میتونید ببینید که بالکن و تراس داره. حالا من زیاد چون اشراف ندارم شاید یه جای دنج خوبی هم داشته باشه.
که اصولا تمام محله های شاخصه های خیلی خاصی داره. تا اینجا یه ذره نور اینجا هست بهتون نشون بدم که آپارتمان هن. اکثر ساخت و سازهایی که اینجا انجام شده همه خونه ویلایی یا چه از گذشته چه بهار تبدیل به آپارتمان شده. حتی به نظرم اون دست خیابونای فردش هم همین اتفاق براشون افتاده. اینجا میشه گفت ظاهری که دست نخورده بیشتر همین بره خیابون گیشا. برگردیم به مسیرمون. حالا مسیر برگشت یه ذره برای من راحت تره. البته شیب خیلی قوی نداشته که بخوام بگم شیبش خیلی تند بود، از این تندترم تو خیابونه دیگه من تجربه کردم. من دارم محل باصفاییه. حالا تقریبا میشه گفت اینجا خونه متری 65 به بالاست، یعنی خونه های ناساز خب گرونتره ولی یه متری 60 میلیون شروع میشه. حالا بستگی به سازندش و کوچه ای که حالا بهتره و عریستره قیمت ها بالاتر میره. همه تعداد مایی فروشیه، مایی میفروشه. یه چیزی که اینجا جالب بود دارم وجود این همه میوه فروشی میدونی نکن اینجا هم 100% میوه تراوار داره. خب میوه تراوار اصولا ارزون تر میفروشن ولی اونایی که مغازه دارن حالا به هر دلیلی اجاره دارن یا هر چیزی گرون تره. و اینکه این همه میوه فروشی مثلا حتی مشتری زیادی دارن که میفروشن، حالا تا تقاضا نباشه عرضه‌ای وجود نداره. آن که خورما و گردو و خوشبار بود. اون هم که اون دست خیابونی که با هم اومدیم زیاد به نظرم خود بلوار خیابون گیشه زیاد ترافیک ایجاد نمیشه. حالا فکر من بالاترش سر چهارراهش احتمالاً اتفاق بیفته. قشنگ میتونید بافت قدیمی این خونه‌ای که برای خیابونه رو احساس کنید، یعنی کاملا مشهوده. قدمت 50 60 ساله 70 ساله داره. تقریبا میشه که به انتهای مسیرمون رسیدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، پر انرژی، بدرود.